خب در این لحظات برنامه مهمان عزیز را با خود داریم. رستم جان، خوب است که با استاد محترم سلیم طوفان صحبتهایی داشته باشیم در رابطه با اینکه نقش راه‌های مواصلاتی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای اقتصاد کشور. استاد محترم سلام به شما، برسد صبح زیبایتان همچنان بخیر. سلام رویا جان، خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون وزین شما و همکار محترم شما و همچنان دستندرکاران تکنیکی برنامه شما و حفیظ جان، صبح شما بخیر. زنده و سلامت باشین. تشکر استاد محترم. همکارای ما هم سلام شما را علیک میگن و احوال پرسی از شما دارن. استاد، در نخست میخواییم در رابطه با وضعیت راه‌های مواصلاتی در کشور از زبان شما بشنویم که فعلا وضعیت راه‌های مواصلاتی در افغانستان چگونه هست؟ پای یک بار میریم به یک کمک ما قبل، یعنی که سالهای گذشته ما مطلقا وابسته بودیم برای کشور پاکستان که آلال الهمت، یعنی 70% الا 85% صادرات و واردات ما از طریق پاکستان صورت میگرفت که آلال الهمت یک موقعیت خوبتر قرار داریم و همین بابت هم بود که پاکستان مشکلات را برای ما ایجاد میکرد و حال ما به چند کشور دیگه در منطقه راه مواصلاتی داریم و از همه مهمتر راه ابریشم که ما وصل بشیم با دنیا در حدود کم و بیش گفته میتونیم که با 4.5 میلیارد انسان دنیا از طریق راه ابریشم ما وصل بشیم که باید سر از اون پروژه کار صورت بگیره و شما میدانید که افغانستان قلب آسیا است و همین قلب آسیا میتونه که به چارهای اقتصادی مبدل شوه، البته نه با حرفای واهی که سیاسیون میگن، با حرفای عملی و در ابتدا باید پیس یا صلح بیه. زمانی که صلح نباشه هیچ کسی بالای هیچ تشبث راه و یا هم فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری نمیکنه چون مطمئن نمیباشه. و نظر به گذشته، امروز افغانستان از منظر تجارتی که با راه ها وصل باشه و یا مواصلات کرده باشه در یک نقطه خوبی قرار داره. بسیار خوب استاد، حالا چه فکر میکنین چقدر جدیت به نظر شما صورت گرفته در قسمت بازسازی راه‌های مواصلاتی و چقدر تا به امروز نتیجه خوب و مثمری داشته؟ این زمانی میتونه که نتیجه مثمر و خوبتر داشته باشه که ما در ابتدا صلح داشته باشیم، امنیت داشته باشیم و امی هزینه جنگ را بالای هایوی و یا امو راه‌های خود، جاده‌های خود سرمایه گذاری بکنیم و تا باشه کشورهای منطقه و در کل جهان بالای افغانستان اعتماد کنند از منظر تجارتی و هم یک خوشبینی دیگه هم ایجاد شده بود در سال 2016 که ما عضویت WTO یا World Trade Organization داریم که این خوشبختانه بر افغانستان مانند کشور مانند افغانستان فقیر یک روزانه امید بخش و نوید بخش است و متاسفانه که همین وزارت های سکتوری ما که عبارت از وزارت تجارت می باشه، وزارت اقتصاد می باشه، وزارت مالیه می باشه و وزارت پالیسی ساز که اقتصاد می باشه، اینا نتوانسته این کار آنچنانی و هماهنگی بین خود ایجاد کنند تا که همون تقاضایی را که مردم ما دارن از حکومت اون برآورده بشه و کار درست صورت نگرفت. حالا استاد چه فکر میکنین چرا کار درست صورت نگرفته؟ آیا واقعا ما میتونیم همه این مسائل را رد بتیم با سوال یا همو امنیت که در افغانستان وجود نداره؟ آیا ما واقعا نمیتونیم زیربنای یک کشور که واقعا برمیگره برای راه‌های مواصلاتی را بیشتر بالاش توجه داشته باشیم؟ خب رویا جان، تمرکز بالای جنگ بوده، دولت همه کار خود را رها کرده و همی فوکسش همینجاست که چرا هم جغرافیا را نگاه کنم و حداقل بتونه زنده باشه، یعنی منظورم از این که بتانه امو جغرافیای خود را حفظ کنه و حداقل امنیت مردم را که نمیتونن تامین بکنن. شما میدانید که زمانی که صلح نباشه، امنیت نباشه، کس سرمایه‌گذاری نمیکنه. و حالا در رابطه با قسمت جزء دوم سوال شما باید پرداخت که وزارت‌های سکتوری ما به اساس زد و بند سیاسی تقسیمات میشه، یعنی با مو با تیوری منیجمنت رایت پرسن تو رایت پلیس و یا آدم درست در سمت درست گماریده نمیشه. یک کسی تخصص یک کسی انجینیر است اون میره در وزارت تجارت، یک کسی دیگه دکتر است اون میره در وزارت اقتصاد، یک کسی دیگه که هیچ فیلدش نیست رهبر یک از بس میره در وزارت مالیه. شما این رو میبینید که جفاز در حق مردم نمیتونن و کار اقتصادی، کار تجارت، کار اقتصادی و مخصوصا بیانه که از منظر تجارتی وصل کنه افغانستان با کشورهای منطقه و با دنیا، اون سوفیستیکیتد و یا مغلق پیچیده است، نیازمند کار است و کارم ریشه داره در تحصیلات، تخصص، تجربه
و توانایی منحصر به فرد که متاسفانه اشخاص افرادی که گماشته شدن ما برشان شخصا از منظر شخصیتی احترام دارم ولی از منظر سمت که نهاد را پیش ببرند توانایی آنچنانی را ندارن. بله دقیقا استاد، واقعا تا حدی که باید کار به اهل کار سپرده شوه سپرده نشده که متاسفانه ما جنجالا را داریم. حالا استاد میریم بالای موضوع اصلی ما، واقعا راه‌های مواصلاتی چقدر میتونه بر بهبود و روند اقتصاد کشور ما تاثیرگذار باشه؟ رشد بس تاثیر بسزا و رشد نهایت خوب میتونه داشته باشه، بدین معنا که فصل میشه ما مشکلات را کشور همسایه ما پاکستان برای میوجات ما ایجاد میکنه که در متاسفانه در آخر روز فاسد میشه. این خودش یک خوشبینی است که ما از منظر راه های مواصلاتی وصل بشیم با کشورهای منطقه با دنیا، بتانیم که فراورده های خود، حاصلات خود، تولید خود را و امینا را صادر بکنیم. زمانی که صادر کردیم دوباره پول بر ما میاد، پول که آمد دهقان ما توانمند میشه، اقتصاد ما میکاریست میشه و سطح درآمد ما بلند میره. همین است که ما میتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم و در اقتصاد شما میفهمین که یکی تقاضا است و یکی ضروریات است و یکی تقاضا. وقتی که ما ضروریت خود را پوره کردیم میریم به طرف تقاضا، یکی necessity است و یکی demand. و زمانی که ما پس امو بیانی ضرورت همین است که نان بخوریم، اگر نان نخوریم خدای نخواستم بالاخره سوی تغذی میشیم یا میمیریم. اگر ما به صورت درستش این مثال دادم که ما درآمد داشته باشیم، خب ضروریات خود را که پوره کردیم میریم به طرف موتر خوبتر استفاده کنیم، میریم به طرف از این که یک بلدنگ درستتر بسازیم، در یک اپارتمان درستتر زندگی کنیم، یعنی اولاد ما در یک کشور درستتر تحصیل در یک کشور دیگه تحصیل کنن، در کشورهای اول دنیا تا کون بیا نخبه باشه، نوآور باشه و تغییرات بیاره. و در این زمان در سطح ملی که ما درآمد داشتیم میتونیم که روی پانتونا، روی نهاد، روی مخصوصا روی پانتون کابل بودجهش 10 برابر میسازیم. زمانی که 10 برابر ساختیم ما میتونیم که از منظر اقتصادی چون توانمند باشیم، رشد اقتصادی داریم. ما میتونیم که در خود پانتون کابل ظرفیت سازی بکنیم. ما میتونیم که در خود پانتون کابل از امریکا اینجا استاد دعوت بکنیم با دستمزد بسیار بلند. حالا شما ببینید که امنیت نیست، اقتصاد نیست، ما نمیتونیم کسی را من حیث استاد اونجا به کار بگماریم، مگر اینکه نهادا با ما کمک کنن و یا افتخاری با ما بین لکچر بدن. و این همش در چین هفته است که صلح نیست و صلح نبودن صلح افغانستان را زمینگیر ساخته، جنگ طاقت فرسا و جنگ فرساجی افغانستان را زمینگیر ساخته و تمام تمرکز دولت هم بالا از این است که چرا ما جغرافیای خود حفظ کنیم، اما صلابت کل سیاسی را حفظ کنیم، نظامی را حفظ کنیم. و متاسفانه با واسطه از ما میبینیم که شما شاهد هستین هر روزه از این طریق رسانه شما که تلفات ما بلند است و این تلفات انسانی و جانی و مالی تاثیرات مطلق و تاثیرات ناگوار خود را بالا اقتصاد افغانستان میگذاره، که این مستلزم از این که این ایجاب میکنه که شرایط تغییر بکنه و مستلزم کار بیشتر میموشه. حالا اصلا نظر و گفته های شما واقعا چقدر، حالا بیاییم بعضی از خوبی های شما بیان کنیم، هر کسی حالا گپ های منفی شنیدن یا مثلا از یک جای گوش کردن شاید کمی مثلا روحیشان ضعیف شده و شاید هم گفته قدر پول هایی که صورت میگیره به خاطر کمک به افغانستان و راه مواصلاتی و بعضی از کارهایی که با صورت میگیره چرا نتیجه نداده. از خوبی هایش هم بیاییم بگیم استاد، راه مواصلاتی که واقعا امروز ما شاهدش هستیم و خیلی سهولت ها را ایجاد کرده، بیاییم در رابطه به اینا بر ما بگوییم که اونا واقعا کدام راه ها هست و ما تا به امروز چقدر واقعا تونستیم در قسمت صادرات و واردات کشور حداقل نقش پررنگتری داشته باشیم. خب مردم ما کوشش میکنند، دهقین ما، تجار ما و سکتور خصوصی کوشش میکنند و کوشش از همون است که امروز ما حداقل صادرات 9.5% داشتیم و اون هم متاسفانه که با می پندمیک و یا مو وایرس واگیر کرونا دوباره رشد اقتصادی ما رفت به طرف منفی که متاسفانه باز ما خط فقر ما بیشتر میشه. و خوشبینی های بوده، خوشبینی های یکیش همین است که ما پول ما در یک جایگاه خوبتر قرار داره، ما فرصت های زیادی را داریم و در این زمان اگر کاغذپرانی، بروکراسی، رشوه ستانی را ما از دفترهای خود دور بسازیم، سیستم سازی بکنیم و میتونیم که سرمایه های بیشتر را جلب بکنیم بر افغانستان و فرصت زیاد شغل افزایی در افغانستان داشته باشیم.
ولی یک چیز دیگه هم هست که ما اینجا در افغانستان زندگی میکنیم، باید کم واقعیت ها را انعکاس بدیم. متاسفانه مردم ما که هر روز از خانه میبرند فقط امید فکر عزیزن که چه رقم یک لقمه نان پیدا بکنن و مطمئن هم نیستن که دیگر به خانه خود بر میگردن یا نمیگردن. این یکی از این بیتمادی هایی است که تاثیرات مطلق خود را بالای اقتصاد داره و ما بار که تکرار میکنم شاید یک کلمه تکراری شود، ولی متاسفانه که رابطه خوشبختانه متاسفانه بودیم که رابطه اقتصاد و سیاست و نظام سیاست و نظامی رابطه ناگسستنی و پیوند خوردگی از زمانی که شما صبح نداشته باشین امنیت نداشته باشین به صورت درستش مسئولیت نتین برای تجار اینجا سرمایه‌گذاری نمیکنه. چرا؟ ما انشورنس و یا بیمه نداریم. اگر بیمه هم داشته باشیم که شرکت بیمه توانمندی از این نداره که یک آدم به طور مثال 20 میلیون یا 10 میلیون یا 1 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه و مطمئن نباشه لحظه بعدشون به خاک تبدیل بشه. کی حاضر است که در چنین شرایط سرمایه گذاری بکنه؟ و همین خاطر است که ما بالای کلمه سال که سال کلمه مقدس است که انشالله که سال حاکم بشه و امنیت تامین بشه و مسئولیت برای شهروندهای ما داده بشه و ما اون زمان شما میبینید که حال جی دی پی و یا تولیدات ناخالص افغانستان است در حدود 21 میلیارد دلار. و می محض که صلح بیاید در کم در فرصت 5 ساله همین تغییر میکنه به حد اقلش گفته میتونم برای 100 میلیون برای 100 میلیارد دلار. اون زمان است که شما رشد اقتصادی فعالیت ها و شغل افزایی و در همه سکتورهایتان و در همه شریانه اقتصادی میتونید که سرمایه گذاری های هنگفت داشته باشین و این خط فقر هم تغییر کنه، بیکاری هم تغییر کنه. همیان شما میدانید که حد اقل 2.5 میلیون جوان شما بیکار است، در حدود 5 میلیون واجد شرایطی که در هم در سه سطوحی که با مهارت، نیمه مهارت و بدون مهارت هستند بیکار هستند. چون چرا؟ باز هم دولت تمام تمرکزش بالای مهار کردن جنگ است و دفاع از اراضی خود است و این فرصت که تغییر بکنه و جنگ شما و جنگ افغانستان هر روزه در حدود 13 میلیون دلار هزینه میبرداره. اگر مازه که سال بیای ما یک ساله همی کمک رو همی هزینه جنگ بالای هر ولایت خود سرمایه‌گذاری بکنیم گل و گلزار میشن. دقیقاً استاد، زنده و سلامت باشین. تشکر. انشالله در برنامه بعدی همچنان همکاریتان رو میخواییم مثل همیشه و صحبت ارزشمندتان رو بیشتر در رابطه به این موضوع میداشته باشیم. یک پیام چند ثانیه ای. در خدمت شما و همکارانتان و سپاس از شما که با حوصله‌مندی حرفای من گوش کردین و بیننده ها تماشا کردن. تشکر. سلامت باشین. وقت خوش استاد. خدا نگهدارتان. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.